سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه، این دفعه با امیر سلطان. خودش از خودش تعریف کنه دیگه، چاره نداره وقتی من ازش تعریف کنم. خیلی خوش اومده آقا. از این به بعد قراره بیشتر بیاد توی ویدیوها، کلی صحبت کردم، هزینه کرده، مهمان برنامه دعوت کرده، هزینه کردیم براش، میکروفون خریدیم، میگفت میکروفون نداشته باشم نمیام، هدست باید برام بخری. بالاخره مهمان ویژه شرایط خاص خودشو داره. آره دیگه، خلاصه که من چند وقت پیش یه کامیونیتی گذاشتم و کلی شما سوال پرسیدین، قراره که امروز به سوالاتون جواب بدیم. سوالهای چالشی، سوالهایی که قراره پتتو بریزه رو آب. نه اصلا من به سوال اینجوری جواب نمیدم، خیلی دلتون خوشم بیاد تو بقل. سوالاتون خیلی هم منطقی و اوکی بوده به نظرم، چیزایی که خودم دیدم، حالا همه رو نتونستم بخونم. من میتونم سوالای ترسناکی براتون بخونم؟ بخونم؟ برو اول. سوال اول، خب چجوری شد یوتیوبر شدی؟ تنها همه کاراتو میکنی یا ادیتور داری؟ خب من نه تنها همه کارامو نمی کنم، مطمئنن بدون امیر نمیشه اصلا، یعنی یه کار تنهایی نیست، یعنی حتما باید یه امیر داشته باشی. آره اونایی که تنها انجام میدن واقعا دمشون پدر صاحبشون درمیاد. آره دیگه، ببین چون مخصوصا اگه تنها درآمدت مثلا یوتیوب نباشه، شغلای دیگه هم داشته باشی، یه کار بسیار سخت و طاقت فرساییه. زوزه میکشن ادیتا و اینا، ناله کن امیر. شروع شد دیگه، قراره که چیز کنه دیگه، امیر ادیتا و اینا رو انجام بده، یعنی تا الان هم انجام میداده، بعد از اول هم همیشه همین کار رو من میکردم، هیچ کاری نمیکردم، من فقط میام میشینم باهاتون حرف میزنم. شما فقط ظاهر رو میبینید، باطن این بردهداری داره میکنه، رسمه محتوا تولید، محتوا اینه همش با امیره. بله، اتاق فکر، اتاق تدوین، باکس رکورد، همه چی با منه. ایشون فقط میاد جلو دوربین و مطرح میشه و میگه مطرح برو بابا. خب متولد چه ماهی هستی؟ من متولد اسفندم، اسفندیا. سلام. اسم پسر مورد علاقه تو بگو. بابا چه سواله، من چه میدونم، اصلا فکر نکردم. الان انتظار اسم تو رو بگم، امیر محسود. جرأت داشتی اسم دیگه گفت. دیگه تو شرایطی دارن میپرسن که میدونی. خب اسم دختر مورد علاقه تو بگو. اونم فکر نکردم بهش واقعا. باب مسعوده. همونو باید یه اضافه کنی آخرش. نه دیگه، مسعود ده. رشته تحصیلی تو دبیرستان چی بوده؟ گفتم قبلا بازم میگم، برای جدیدا من عکاسی خوندم توی هنرستان. جون کلا برداری هم خوندی؟ نه دیگه، عکاسی خوندم تو هنرستان، بعدم مطمئنم خود دانشگاه بود، دانشگاه هم عکاسی خوندم، عکاسی تبلیغات. اگه برای کسی هم سوال من چی خوندم، من رشته دزدی تخصصی خوندم. دزدی از اونا، از اون بزرگا دزدی خوب سنگین. نقاشی بلدی؟ نقاشی بسیار کم، نمیدونم، میخوام شکست نفسی کنم، ولی یه دوره امیر میذاری بگم، میکروفون دوست داره بچه. یه دوره ای توی نوجوانی کلاسای نقاشی رفتم و رنگ روغن و اینا کار کردم، خیلی و خیلی دوست دارم، یعنی یه زمانی اگه نیاز نباشه که خیلی وقت نابر کار بذارم، فقط نقاشی میکنم. براز میکشه در حد فیل؟ نه بابا، حیوانات و اینا بلد نیستم، طبیعت و اینا میکشیدم اون موقع. خب چرا روم تور نمیذاری؟ سوال خوبی پرسید. ببینید روم تور به خاطر اینکه یه روزی باید باشه که همه اتاق مرتب کنن، بعد سخت دیگه، میدونین چی میگم، شرایط یه طوریه که من اصلا همین به زور فقط وقت میکنم ویدیو رو بگیرم، بعد نه به دروغ چی نمیگم بگه میشه ببینید چی میگم. آره میشه. آره ولی میگیرم حتما یه روزی. یه فیلم خوب یا یه سریال خوب معرفی کن. یه فیلم و سریال خوب، ببین چیزایی که خودم عاشقشونم، خب میدونی قدیمی هن دیگه، مثلا من کلاسیکاره. آره مثلا من برکینگ بد رو دوست دارم، هنوز اون چیزا دوست دارم، چی بود این زامبیا اسمش، واکینگ دد رو دوست دارم، سری جدید سری قدیم نمیدونم، دو سری جدید اومده هیولا، بعد اون وکیله رو دوست دارم که از بعد از برکینگ بد ساختن. اصلا از من بپرس تخصص فیلم. سال گودمن براش یه ویدیو میگم، ویدیو یه سریال ساخته بودن، اونو دوست دارم. از من بپرس سال گودمن.
فیلم پلتفرم مثلا رو دستش نمیاد، خیلی عمیقه. اونو نمیدونم کدومو داره میگه. من میره تا اونجایی که نباید بره. آها فیلم سینمایی رو داری میگی. پلتفرم آره طبقه طبقه است. اونم خیلی باحاله. خیلی باحال. سریال که خب زیاده، بستگی داره به مود خودشون، ولی خب نمه بیا تو نمه. اگه به دوران بچگیت برگردی به خودت چه نصیحتی میکنی؟ زودتر با مسعود آشنا میشدم. نه اگه به دوران بچگی برگردم، امیر میخوام یه چیز دیگه بگم. اگه برگردم به بچگی میگم که عزیزم یه ذره صبور باش، عجله نکن، زندگی برنامه ها برات داره، اینقدر نخواست سریع به همه چی دست پیدا کنی. نکن بهر کسی چون نکندم. چرا؟ شاید کندی. خب به خدا اعتقاد داری؟ بله زیاد، خیلی. به روح هم اعتقاد داری؟ 100%. اون هست، حضور داره همیشه دیگه. خب درامترین داستان زندگی تو بگو. آقا درامترین داستان زندگی، من اصلا درام اونجوری ندارم که الان چیز تعریف کنم. های های بشینی گریه کنی. نه درامی وجود نداره اصلا، همه چی اکشن بوده با حضور من. هیجان بالا. شغل رویایی چیه؟ شغل رویایی اینه حضور در کنار من. شغل رویاییش اینه که در کنار من بتونه به عرصه ها خودش رو معرفی کنه. من اینکه بالاخره یه سوپر استار بودم خیلی میکنه دیگه. قربونه من. ببین نگاه کن، من شغل رویایی اینه که کار نکنی. به نظر من بیزینسی داشته باشی که کار نکنی. آره بخاری. ولی خب هر بیزینسی که تو پول زیاد ازش در بیاری و لازم نباشه که خودت خیلی کار کنی، به نظرم شغل رویاییه دیگه. به خواب من تحقیق کنی. لو ندالا تو همه چی. بهترین خاطره زندگی تو بگو. بهترین خاطره زندگی دوتا دارم. یکیش آروم لباتو گاز بگی. یکیش روز ازدواجمونه، یکیشم اوه دستم خورد میکروفون، یکیشم روز چیزه مانتایز شدنمونه. خیلی هیجان انگیز، خیلی خوشحال بودم. صدای خودش تو میکروفون توی گوشیش میشنوه، بعد هیجان انگیز این بچه‌ها. قربونه بشم. ببین گفتن که این همه خواب ترسناک، خواب ترسناک از بچه‌ها میرسه، خودت خواب ترسناک ترین خواب تو برامون تعریف کن. یه بار آره خواب خیلی ترسناکی دیدم، حسش ترسناک بود، اون اتفاقات ترسناک نبود. چی کار میکنی؟ من نمیفهمم دارم چی میگم. من کاری بود، کار تو بکنم، من اصلا کاری بود. بعد خواب دیدم که از رخت خواب انگار بیدار شدم، هیچ کسی آدم نبود. آدم از رخت خواب بیدار نمیشه، آدم از خواب بیدار میشه، از رخت خواب بلند میشه. همون دیگه. حالا ببین بعد به بلند چی دارید شدم؟ توجه میکنید اگه به من توجه کنید. بیدار شدم دیدم که هیچ کس نیست، یعنی نه تو خونه کسی بود نه بیرون کسی بود، مثل اون فیلم سیاپوسته بود. هیدن چی؟ هیدن بود؟ کی؟ هیدن. هیدن چون هیدن قشنگ بود، خوشم اومد. بعد نه هیدن هم نبود، حتی هیچکی نبود. سپر خرسی خیلی ترسناک بود. اگه سپر خرسی بود که ترسناک نمیشد، میخندیدیم دیگه. حسش خیلی وحشتناک بود. خلاصه اگه گذاش حرف بزن. خب یه بار دیگه میخوای بگی؟ نمیخوام. گفت هیچی نفهمید آخه. آره اینقدر بعد گفت، اینقدر بعد هی توضیح دادی، اینقدر بعد حرف میزنی که گفتم دیگه. بیدار شدم دیدم هیچکی نیست، یعنی حس این که هیچ آدمی رو کره زمین نیست، انگار فقط من تنها هم. خیلی حس وحشتناکی بود. من امین حالا خیلی توضیح نبود، هیچکی، تنها بودم. من بودم جنتی. نه من خواهم بود و جنتی. خب دوست داشتی باشی ولی نبود، چیکار کنم؟ خب از چه گیمی خوشت میاد؟ گیم یه دونه فقط جی تی ای بازی میکنم، تمام. وای سر اون ویدیوه بچه ها چقدر اومدن قرز خجالت دارن. اونایی که میخوان فوش بیشتری بدن زیر های برنامه راجب ماینکرافت اینو گفتن، درسته؟ آقا من کلنش یکی دو بار بازی کردم. طرفدارای ماینکرافت این زیر میتونید فوشاتونو بدید. من فقط تو ویدیو برگشتم گفتم که آقا مثلا گفت به بچه‌ت اجازه میدیم بازی رو انجام بده، بعد
من مثلا خودم حالا زیاد بازی نکردم مثلا توضیح بدم. آقا ناراحت شده بودن بچه ها، میگفتن تو به ماینکرافت توهین کردی. بله توهین کردم، من شاهد بودم به توهینش، فوشش بدی تو فلان بابا، اصلا تو که این کار نیستی، برو نه آنسارت میکنم فل. نمیدونستم قضیه اینقدر جدیه و یا نه اصلا نمیگفتم خواهی، از همینجا اصخایی میکنم. باید پایده نداره، باید بلنشی تعظیم کنی. نمیتونم، شرایط بر ما بلند شدن معیا نیست. معلم کلاس اول تو اگر بگی که گفتی فکر کنم بخوای جایزه بدی، چه بی‌تربیت. من میگی جایزه است خودش چیزی که خانم قربانی بود اسمش، خانم قربانی ما میریم میپرسیم اگه دروغ بریم بپرسیم. یکی از فامیلای خیلی دورمونم بود خیلی. خیلی از اون اول فامیل و فامیل بازی و نه شانسی فامیلمون در اومد، نمیدونستم این از اول نمره‌اش فامیلی گرفته. نه بابا فامیلی نه فامیلی. خجالتی هستی؟ خجالتی نمیدونم. نه چرا 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 نه 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 چرا 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 تو فکر خجالتی ها؟ خجالتی فقط برای من پر روه تمام. نمیدونم خودم راستش خیلی. به چه ژانر فیلمی علاقه داری؟ فیلم ترسناک دیگه. ببین قدیما بذار من اینو بگم، حجم شرارت و وحشتناک بودنش به جایی رسیده که الان شما دیگه نباید بگی میترسی. مثلا فیلم های خیلی وحشتناک براش دسر آماده کردیم. نقل و نبات. آره ببین من قدیما فیلم های عاشقانه فقط نگاه میکردم عین این چیزا. وای نباید بگم اعتقاد داری بزن. ببین واقعا خیلی فقط از این فیلم های مسخره عاشقانه نگاه میکردم. بعد امیر اومد کلا مود من رو عوض کرد، گفت جمع کن بابا این فیلم چیه اینا نگاه میکنی. من با لگت زدم تو تلویزیون گفتم آره یه چند تا فیلم ها ریخ دور. واقعی یا جدی میگم. بعد شروع که فیلم های ترسناک گذاشتن، اولی رو که گذاشت گریه کردم از ترس زیاد، توی لوکیشن وحشتناکم بودیم. بعدش دیگه یواش یواش انقدر فیلم های وحشتناک با دوز بالا برای من گذاشت، الان از هیچ چی نمیترسم. میبردمش تو خونه خرابه براش فیلم ترسناک پلی کرد. رنگ مورد علاقت چیه؟ رنگ مورد علاقه دو حالت داره. ببینید یا رنگ های سیر، مثل رنگ مثلا سیری باشدی. مثل هر رنگی پر رنگش، مثلا سبز خیلی پر رنگ، مثلا بگو دیگه قهوه‌ای خیلی قهوه‌ای، نه مثلا آجوری، مثلا نمیدونم رنگای اینجوری زرشکی فلان. از اون برم رنگای خیلی روشن پاستیلی، مثلا سبز خیلی روشن. چیز اصلا سبز نیست که گفتی. بستگی به خورد و خورد. بلکم امیر. میخوایم بیشتر شد. برو بعدی تو. اگه برمیگشتی به 5 سال قبل اولین کاری که میکردی چی بود؟ هیچ. همون کاری که ادامه کردم. فکر کنم پشیمون میشد جز. نه 5 سال قبل اولین کاری که میکردم این که یوتیوب رو با امیر زودتر استارت میزدیم. ما خیلی دست کردیم. خیلی اشتباه. من هی میگفتم هی پاپ هست. هی نگاه میکردیم. آره هی میگفتم هی پاپ هست میزد. هی من هول میدادم گوشه. نه دیر شروع کردیم دیگه، ناراحتم از این موضوع. اولین چیز و آخرین چیزی که تو گوگل سرچ کردی چی بوده؟ من الان بهتون میگم. ای بابا نکن دیگه. ای ماما حالا شاید چیز بدی هم نباشه، ولی خب مثلا میفهمی چی میگم. چی سرچ کردم؟ دانلود سریال متیو مادر. آها برای زبانه بدون سانسور. آره. زبان اصلی. آره این فیلم برای زبانه دیگه. اولیش هم که من اگه بخوام برم 5 سال باید برم تا اولیش. نه دیگه ول کن حالا. اولیش هم این بوده که چگونه مخ امیر مسعود رو میتونیم بزنیم. قطعا همین بابا اون موقع طفلی بیش نبودم. چیزی نبود درست مثلا معلومه. فقط فکر و ذکرش من بودم که چه جوری بتونه تو لایه‌های زیرین مغز من نفوذ کنه که بتونه منو جذب خودش کنه، مخ منو بگیره، منو در اسارت خودش بگیره. یعنی همش از خودش میخواد تعریف کنه. بدبخت شدیم بهش گفتم تو هم بیا تو ویدیو. ببینید بچه کی بهتون گفتم دنیای یوتیوب قراره تغییر کنه. کل مدت باید بشینیم به تعریف هایشون از خودش گوش بدیم. بدبخت اونایی که میگن من تعریفیم قلب سفید و این زیر برای من داره تیم جمع میکنه. بچه حواستون باشه افتارای من دستو بالا بگیر پرتش کنیم از این کانال بره بیرون بگیریم دست خودمون. نه اونی که پرتش میکنن من نیستم، یکی دیگر رو پرت کردن بیرون. ولش کن آقا بحث و چیزش نکن. بهترین سال زندگیت کدوم سال بوده؟ جرأت داری؟ همین سالی که گذشت
همین امسال که گذشت بهترین سال زندگیم بود. حالا علتاشو دیگه نگم دیگه. تا حالا مدرسه فرار کرد؟ نه ریقوه. مدرسه نه فرار نکردم ولی پیچوندم. مثلا اینطوری که من یه دخترمو داشتم با اون همش همه جا میرفتیم و اینا، بعد اون خیلی بچه مثبت بود، زیاد پایه نبود دیگه، میدونی اگه پایه خوبی داشتم شاید شرورتر بودم، ولی اون انقدر بچه مثبت بود همش جلو کارهای هیجان انگیز این شکلی رو میگرفت. ببین آره، یه دوست هیجان انگیز داشتنم خیلی مهمه دیگه. یه ذره بیحال بود تو کار، یه ذره ترسو بود فکرم، نمیدونم، گند میزدم به سیستم زندگی. آره مثلا اگه من با امیر توی بچگیام دوست بودم مطمئنا اصلا یه شکل دیگه میشد شخصیتم همیشه. الان اوین بودیم دیگه قزل سال. آره ممکنه. اگر میتونستی با حرف اول اسمت، دقت کن، با حرف اول اسمت سه تا آرزو کنی که برآورده میشد، چی آرزو میکردی؟ من به همه خواسته هام برسم، من پرواز کنم، میخوام برم فضا. آره دیگه دوستم اوج بگیرم دیگه، اوج واقعی. من حرفی ندارم. از پیشرفت چنل راضی؟ از پیشرفت چنل بله. ببینید من چون با ویدیو کوتاه چنلم دیده شد و همه حسابا من برای ویدیو کوتاه هاست، واقعا خیلی از اون ور راضیم. همه حسابات به خاطر حضور منه عزیزم. اون موقع تو نبودی اصلا. آه چرا، یه چند تا ویدیو اوایل بودی. اونا بود که باعث شد اونا بود. آره من با ویدیو کوتاه اومد بالا و واقعا هم از نظر روند ویدیو کوتاه ها، چون همه سابسکرایبرها برای ویدیو کوتاه ها خیلی خوبه، ولی نه ویدیو بلندا رو راضی نیستم طبعا، چون خب سابسکرایبرام از اون طریق اومدن. خیلی دیگه چی صحبت کردم دیدی جون. بعد ویدیو بلندا رو خب زیاد نمیتونن ببینن چون فقط اونا ویدیو کوتاه نگاه میکنن. نه از این ور خیلی راستش راضی نیستم. طول میکشه. آره دیگه هی من هر روز اینو میگم، هر روز هم میروی که دور این برنامه هر روز ماست. برنامه ویژه‌ای برای چنلت داری؟ بله من برنامه ویژه‌اش بودم. این چیز دیگه یه مد نظرش نیست، من برنامه ویژه‌اش بودم. رونمایی، راضی کردن من، رونمایی از من ویژه برنامه ای بود در عرصه. دروغی ویژه نیست اینا بچه ها، داره خودش بی خودی تعریف میکنه. یه عالم برنامه داری برای بابا. اگه میشه، اگه میتونستی به کشور مورد علاقت سفر کنی اونجا کجا بود؟ من دو حالت داره شخصیتم، یه حالت خیلی پرشور و مثلا هیجانی داره که دوست داره بره آمریکا، یه حالت خیلی آروم و خسته تو رو که اونم دوست داره بره آمریکا. نه پیرزنطوری داره، دوست داره بره سوئیس. مثلا این بین این دوتا. سوئیس؟ آره مثلا میدونی آرومه، با صفای خوشگله، بری قدم بزنی، اشتباه تصمیم، غذای سالم بخوری. با حضور من فقط میتونی بری نوادا، کالیفرنیا دیگه میدونی شرارت، آدم باید تو انتخابش دقت کنه دیگه. ماشین مورد علاقت چیه که اینو من باید جواب بدم؟ اصلا تخصصی فقط میدونه ماشین چیه و حرکت میکنه. من فقط تونم مثلا اون چی خیلی اسمو بلد نیستم. دوست دارم دو مدل ماشین داشته باشم، یه دونه از این گنده ها، کروک ها، یه دونه از این گنده ها، یه دونه از این کوچولو ها. کروک هم من بهش یاد دادم. آردی گفته اینا به هم خجالت بکش، همه چیزو داری میگی در ملأ عام. خب چقدر عمیق سواله. جدا از یوتیوب چه کاری رو انجام میدی که ازش در چرا اینقدر ترسناک می با جدا از خونه تیمی داریم؟ نه ای چقدر بیزر میگن ساقی مواده. نه جدا از یوتیوب ما جفتمونم کار اکوسی و فیلم برداری تبلیغاتی انجام میدیم. دوزی میکنیم. من تو کار قالپاقم، ایشون پشتیبانی مالخری انجام میده. کار عکاسی و تیزر سازی، اینقدر چیزای مختلف میگه ممکنه واقعا اینا تو ذهنتون بمونه. به چه سبک آهنگی علاقه مندی؟ به چه سبک که من گوش میکنم علاقه مندی. وای چه چیزی گفت. ببینید امیر خیلی همش زور میگه. خب من خودم بچگیام جز اون آدم زورگوها بودم. با کسی که در مرکز توجهه وقتی در ارتباطی فقط باید به اون توجه. ببین مثلا من بچه بودم همیشه تو جمع فلان حرف من بود، به من میگفتن تو زور میگی. الان هر کاری میکنه اصلا من نمیتونم نظر بدم. قبلا به همه این سوالو یه بار تخصصی جواب داده بودی. آره حالا دیگه دوباره دونه دونه بیام توضیح بدم. ویدیوی قبلی رو ببینید دیگه. خدایی چه غذایی دوست داری؟ چه غذایی دوست دارم؟
واقعا هرچی که من میخورم. نه دیگه حالا دیگه لوز نباش. من پیتزا دوست دارم. میدونی رومیدی همجوری میشه دیگه. هرچی من دوست دارم. شما پیشنهاد بدید این زیر چه جوری گردنشو بشکنم. چه زوری گردنشو بشکنم. از 1 تا 1000 میلیون میلیارد ها چه امتیازی به مسعود میدی تو دوست داشتنش؟ واقعا اینو پرسیدن یه سوال خودته. راستشو بگو. خب اونو که تو چت همه رو نمیشی. چی امتیازی میدم؟ به چی؟ به تو الان به تو امتیاز بدم؟ یعنی چی؟ الکیه داری خودت در میاری. این الکیه برو بعدی. ما منتظر امتیاز هستیم. امتیاز چی بدم من به من چه امتیازی میدی؟ کلن به شخصیتت، به همسر بودنه، به چی؟ شما همه پلنای خوب منو در نظر بگیر، پلن بعدی که ندارم. داری دیگه ندارم. یعنی چی؟ همه پلنای خوب منو در نظر بگیر، امتیاز من. از چند؟ از 1 تا عدد درست بگو. 1 تا 1000. 1 تا 1000 بخوام بهت 1001 بدم. خیر. 992. می‌خواستی بگم 9؟ آره. خیلی دلت سامون زده بودی. اون چند تا امراض الفو. نه خیر، وقتی حوصله نداری چی کار میکنی؟ من آزار میده. چی کار فکر کردی میکنه؟ ببین میره رو مخ من اینجوری اینجوری راه میره. چی کار کردی فکر میکنه؟ فقط من آسیب روانی میزنه، حال منو بد میکنه، حال خودشو خوب. خیلی غور میزنم واقعیت. حوصله نموده. ندارم یعنی به معنای واقعی سرویس میکنه. زندگی متأهلی چطوره؟ بزنم. افتادی وسط کوزه عسل دیش. VIP. ببین انگار اومده تور. نه ببین زندگی متأهلی واقعی خیلی خوبه، ولی اگه پارتنرتون برای شما مناسب باشه دیگه. خیلی روانشناسی شد قضیه. اگه آدم مناسبی باشه به نظر من ته خوشبختی و زندگی همینه که با هم خوش باشین. یعنی خیلی دنبال چیزای عجیب غریب نرین. سورپرایز شد بچم. 3 تا یوتیوبر که عاشق کاراشونی انگلیسی که قبلا زبانهای خارجه بیگانه گفتی. گفتم آره. ایرانی بگو. ایرانی باشه؟ بله. خب چه سوال مشخصی گفتی. ایرانی باشه دیگه. میاکوروش رو دوست دارم، بعد خلصه و نیلو رو دوست دارم، بعد این پسره که تو هم نگاه میکنی هم به نظرم کانالش باحاله. اسمش چی بود؟ اموتروی اکسپلور. آره اونم خیلی باحاله. آره یه ذره زیادی روکه، یه وقتای آدم میدونی چی شوکه میشه، ولی خیلی خفنه. بچه من کانال یوتیوبش رو این زیر یا تو دیسکریپشن میذارم، حمایتش کنید. ودایش زحمت نسبت به کسی که تو اون شرایط، حالا حتما بعد ببینید تو چه شرایطی داره کارآموده میکنه. قشنگ دیگه تبلیغ اختصاصی کرد. خیلی خوبه کاراش. همون این حد بود. من گفتم دوست واقعا همه کامنت ها رو میخونی؟ من بله. ایشون میخونه، من لایک میکنم. من میخونم همه کامنت ها رو. بله همه کامنت ها رو میخونم. ایشون دوباره میخونه بیگاریاش با منه. بعد ولی خب مثلا لایک و اینا رو همیشه من لایک نمیکنم دیگه. مثلا یه بخشش رو امیر انجام میده. واقعیت خب زیاده ویدیو شورت ها خیلی زیاده. همین دارم میگم با لگت پرتش کنید از چنل بیرون و ما جاشو بگیریم و به راه خودم ادامه بدیم. امیر تمومش کنی بازی کثیف و فکرم 72 دقیقه شد. چجوری تصمیم گرفتی بری ترکیه؟ الان اونجا این؟ خب بچه ها ببینید کلن دو حالت داره زندگی ما. به خاطر اینکه ما باید همزمان یه سری پروژه هایی که اینجا گرفتیم، یعنی مشتری هایی که اینجا داریم و هندل بکنیم، هی باید توی رفت آمد باشیم تا یه مدت که قرارداد های این برامون تموم بشه. قرارداد های این برامون کامل که تموم بشه دیگه هیچ وقت نخواهیم بود دیگه. اتفاقات پارانورمال برات میفته؟ Yes. اتفاقات پارانورمال دیگه اینقدر زیاد افتاده اسمشو نمیشه گذاشت پارانورمال. میشه کامل نورمال. آره. از کدوم دوره زندگیت خیلی خوشت میومد؟ جنینی؟ کودکی؟ نوجوانی؟ جنینی؟ جوانی؟ من دوره که الان توش هستم و خیلی دوست دارم. من زمانی که موز بودم و خیلی دوست داشتم. چه حال و هوا خیلی خوب. درآمد ماهیانتون چقدره؟
درآمد ماهیانه یا یوتیوب یا کار دیگه‌مو. دیگه کلی گفته دیگه. خب ببین درآمد یوتیوبو که سایتشو میذارم، تو اون ویدیو قبلی هم گذاشتم، اینجا دوباره میذارم. www حفظم نیست. ای چیه؟ یعنی چی؟ آقا درآمد ماهیانه. آقا میذاریم سایتشو، اینو کات کن خودی. سایتشو میذاریم، برین چک کنی، همه یوتیوبرها رو هم ما رو میتونین چک کنی، ولی درآمدی که دیگه کار خودمون داریم دیگه حالا بدشیم. چجوری میتونی اینقدر ویدیو بذاری؟ به سختی، واقعاً به سختی، خیلی خیلی سخته. به هر حال یه بخشی از زحمت ها ویدیو بلند و خیلی خوب آروم باشی. یه امیر داشته باشین حله. ویدیو بلند ها بیشتر چون امیر زحمتشو میکشه، ویدیو کوتاه ها رو ولی خودم انجام میدم. بعد عجب آدمیه ها. استایل مو و آرایش تو از کی الگو گرفتی؟ الگو؟ نه بابا، من کلن از هیچی الگو نمیگیرم. اینقدر من تو این زمینه ها قدم که امیر هر کاری بگه میکنم. واقعیت دیگه. چی شورمی؟ گوشی سایلن نگردی. چند ساعت از گوشی استفاده میکنی؟ 24 ساعت. ما کلن چون هم کار دیگمونم با گوشیه، هم این ورکارمون با گوشیه، تمام زندگیمون تو گوشیم دیگه. تو حالا به مسعود خیانت کردی؟ چه سوالیه اصلا؟ چیه جان؟ جواب بده. نه دیگه، خب این چیز مشخصیه اصلا، جواب دادن نداره. اینجا این چنل به پایان میرسید. قرار بود نه. قتل فجیع رو در چنل یوتیوب کلن اگه با پارتنرتون خوشبخت باشین، حتی فکرش هم نمی کنین چه برسه به این که بخواین انجامش بدین. دیگه من سوالی ندارم، تموم شد. خب بچه ها، این هم از سوالای شما. من نمیدونم تعداد سوالا چقدر بود، ولی مطمئنم که آروم باش، آروم باش، تموم شد. مطمئنم که تعداد سوالا خیلی بیشتر بود، من همه رو دونه دونه نخوندم. آخه خیلی بعد تکراری بود. آره، یه سریاش هم که توی اون ویدیو قبلی جواب داده بودی. ممنونی. دیگه از این به بعد با امیر قراره بیام ویدیو بگیریم براتون. اگه واریزی ما انجام نده نمیام. من هر سری قبل برنامه فیش واریزی رو میذارم بعد میام. آره دیگه، کلی باج و اینا میخواد بگیره خلاصه، ولی به زور آوردیمش. دیگه همین دیگه، خیلی دوستتون دارم. یادتون نره که به امید روزی که با همین چنل رو از این شیطان تحویل بگیریم و با هم ادامه بشیم. شیطان، خیلی دوستتون دارم. دروغ میگم، من خیلی دوستتون دارم. لایک و اینا یادتون نره. من لایک میکنم کامنتاتون رو، هیچ کاری نمیکنه. چرا داره دروغ میگه؟ یادتون نره. خیلی دوستتون دارم تا ویدیو دیگه. خدافظ. خدا نگه. میکروفون دوستی؟ گشنم غذا داریم؟ طبق معمول نه. برو نون پنیر بخور، برو از سوپرمارکت چیزی بخور. تخم مرغ آب پز الان تنها چیزی که هست دیگه. ببخش، خدا نگه. قد شد اون؟ تموم شد؟ نه هنوز وصله. بابا قد کن دیگه. نمیخوام. بچه برای حمایت از من، حمایت گشنم من، بیاد به من غذا بفرست.